عناوین اصلی محسن رضایی در پخش زنده به گریه و غلط کردن افتاد دلار در حال رکورد زدن اوضاع کشور به شدت بحرانی به کیوسک خوش آمدید لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم درود فراوان به شما همراهان گرامی کانال خبری کیوسک. محسن رضایی در پخش زنده به گریه و غلط کردن افتاد. محسن رضایی در تازه ترین حضور رسانه‌ای خود در تلویزیون به گریه افتاد و از مردم خواست او را ببخشند. او در این صحبتها چنان منقلب شده بود که گفت مردم مطمئن باشند که به هیچ وجه ما خودمان را کنار مردم نمیدانیم. قطعیت گفته میشه اما مردم مطمئن باشند. این چیزی که من میخوام عرض بکنم این جدی باشه که به هیچ وجه ما خودمون رو کنار از مردم نمیدونیم در و رنج های مردم رو احساس میکنیم و شرمنده هم هستیم که تا الان به دلیل مشکلات و موانعی بود نتونستیم اوضاع کشور بعد از گران شدن نان به شدت بحرانی شده و مسئولان رژیم را به وحشت انداخته است انتظار می رود گرانی آرد و, نان و نایاب شدن معدود قوت باقی مانده در سفره ایرانی ها به اعتراضاتی دنباله دار منجر شود. شب گذشته اخباری از اعتراضات در ایزه و سوسنگرد و چند شهر دیگر خوزستان منتشر شد. در تهران علی خامنه ای از دو سال پیش با انتصاب فرمانده تامل اختیار سرکوب فرودستان خود را برای شورش نان آماده کرده است. در تیرماه ماه 1399 حسین نجات با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان جانشین قرارگاه سارالله سپاه برای دومین بار به این سمت منصوب شد. قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه منطقه‌ای سپاه در ایران است و مأموریت آن دفاع از مراکز و نهادهای حساس و کلیت حکومت جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. این قرارگاه همچنین مسئولیت دفاع از مراکز حساس حکومت را در برابر هر گونه تهدید نظامی علیه تهران به عنوان مرکز حکومت داراست از سال 1374 قرار بر این شد که قرارگاه سارالله در صورت بروز بحران به تشخیص شورای عالی امنیت ملی و تایید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئولیت برقراری امنیت شهر تهران را عهده دار باشد ولی در شرایط عادی این مسئولیت بر عهده نیروی انتظامی است. یگانهای تحت امر این قرارگاه در شرایط بحران شامل سپاه محمد رسول الله و سپاه امام حسن مشتبای استان البرز است و متشکل از نیروهای کادر و وظیفه سپاه و گردانهای آشورا و از زهرا و گردانهای امام علی است. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و تمامی وزارتخانه های دولت هم در شرایط بحران تحت کنترل عملیاتی این قرارگاه قرار می گیرند. فرماندهی این قرارگاه مانند سایر قرارگاه های سپاه بر عهده فرمانده کل سپاه است. قرارگاه سارالله همچنین شامل نیروهای داوطلب مرد و زن است که در قالب بسیج مساجد، ادارات، دانشگاه ها و مدارس سازماندهی شدند. مهمترین یگان تحت امر این قرارگاه لشگرهای 27 و لشگر ده سید و هستند. در جریان اعتراض های خورداد 1388 به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری قرارگاه سارالله در کنترل و مهار اعتراض ها نقش اصلی را بر عهده داشته است. اما اهمیت انتصاب حسین نجات به این سمت چیست؟ حسین نجات 65 ساله و از چهره های شناخته شده ی سپاه پاسداران در ایران است. سردار نجات مرد مورد اعتماد علی خامنه است که برای نزدیک به یک دهه نیروهای حفاظت از او و را فرماندهی می کرده است. او از سال 1389 تا 92 به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فعالیت می کرد و از سال 93 تا 95 نیز معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده کل سپاه بود. وی از 1395 تا 1398 جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود. حسین نجات که پیشتر معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود در اعتراضات آبان ماه 98 طبقات فروده است، حاشیه نشین و بی سواد را تکیهگاه جدید مخالفان حکومت دانست. این سخنان او واکنش های بسیاری را بین مردم در ایران برانگیخت. نجات گفته بود مدل براندازی غرب در مقابل انقلاب اسلامی طی این چهل سال تغییر کرده است و در این مدل جدید براندازی تکیه بر افراد فرودست جامعه و کسانی است که محصول حاشیه نشینی و بیسوادی هستند و در فضای مجازی آلوده شدند. اولین اقدام او در جایگاه جدیدش حمله به مؤسسه خیریه غیردولتی امامالی و دستگیری مدیران آن بود. شاید همین اقدام کلیت جهانبینی او را نشان دهد. فرودستان تهدیدی بزرگ هستند و سازمان خیریه فرودستان هم یا باید زیر نظر حکومت باشد و یا به عنوان تهدید امنیتی تلقی شود. این فرمانده سپاه همچون علی خامنه ای مردم ایران و طبقه محروم را بزرگترین خطر موجودیتی برای جمهوری اسلامی می داند و در بین فرماندهان سپاه بیش از دیگران به سرکوب هر نوع اعتراض معتقد است. او سرکوب را صرفاً در بود سخت نمی داند و در زمانی که به عنوان معاون فرهنگی و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشغول به کار بود، مبتکر راهندازی واحد مشترک عملیات جنگ روانی و حمله سایبری است و سازمان فضای مجازی سراج و واحدهای استانی آن را وی تأسیس کرده است. سازمان سراج مسئول به کارگیری، تأمین مالی و هماهنگی میان کاربران طرفدار سپاه و علی خامنه ای و مرتبط کردن آنها با واحد عملیات جنگ سایبری در تشکیلات رسمی سپاه است. این افراد در فضای مجازی به کاربران ارزشی مشهورند و معمولا به صورت هماهنگ و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده فعالیت می کنند. حال می توان حد زد که اجرای طرحهایی مانند طرح سیانت از کاربران در فضای مجازی که نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال آن هستند از کجا پیگیری می شود؟ حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای در تلاشند تا هر اعتراضی را در نطف خفه کنند. حسین نجات و سمت فعلی او را از این منظر می توان به فرمانده میدانی سرکوب سخت، نیمه سخت و نرم تعبیر کرد. کسی که در هنگام بحران اسلحه و نیروی سرکوب را گسیل می کند، قبل از اعتراضات به دنبال شناسایی و کشف هسته های اعتراضی است و در نهایت فضای مجازی را به عنوان بستر ارتباط دهنده مردم با یکدیگر به عنوان تهدید فوری می داند و برنامه مفصلی برای قطع ارتباط ایرانی ها با یکدیگر از طریق پیام ها و فضای مجازی دارد. دلار در حال رکورد زدن اوضاع کشور به شدت بحرانی است طی دو هفته گذشته نرخ ارز در ایران روال سعودی داشته و روز شنبه هفته اردی بهشت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 28520 تومان افزایش یافت نرخ روز شنبه دلار بالاترین رقم طی چهار ماه گذشته است. مقامات ایران که طی هفته های گذشته مدعی افزایش چشمگیر صادرات نفت به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز و ورود درآمدهای نفتی به کشور شده بودند، هنوز توضیحی درباره رشد متوالی نرخ ارز در کشور ندادند. در همین زمینه شرکت اطلاعات کالا کپلر که ردیابی نفتکش‌ها را نیز انجام می دهد به رادیو فردا گفت که متوسط صادرات روزانه نفت ایران در سال گذشته میلادی حدود 660 هزار بشکه بود اما در سه ماهه ابتدایی امسال به 840 هزار بشکه و احتمالاً بیشتر از این رقم رسیده است. اما برآوردهای های اولیه نشان می دهد که بارگیری نفت ایران در سه ماه گذشته به حدود 570 هزار بشکه در روز رسیده است و این شرکت می برآورد نهایی درباره میزان صادرات نفت ایران در ماه آوریل در آخر ماه جاری انجام خواهد شد. اما به نظر می رسد تخفیف چشمگیر روسیه به مشتریان نفتی عرصه را برای نفت ایران تنگ کرده است. خبرگزاری بلومبرگ نیز هفته گذشته خبر داد که ایران نفت خود را با 20 دلار تخفیف ارائه می دهد، اما روسیه 30 دلار برای مشتریان نفتی تخفیف می دهد. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله بی سابقه خواستار استعفای رئیسی شد. در پی درخواست مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی برای استعفای ابراهیم رئیسی روزنامه کیهان او را توجیه کننده سیاست های ویرانگر روحانی و نوشتهاش را سخیف و مبتزل خواند. مهاجری در شماره روز هفته اردی بهشت این روزنامه در مطلبی نوشته بود که نان حتی در دوران جنگ تحمیلی هم گران نشد. او خطاب به رئیسی نوشت به این ترفند دلتان را خوش نکنید که رسانه های وابسته به دولت انتقاد کنندگان را ضد انقلاب و وابسته به آمریکا و سحیونیست بنامند. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در پایان مطلب خود خواستار استعفای رئیسی شد و تاکید کرد حالا که روشن شده شما نمی توانید از عهده مشکلات برایید شجاعانه کنار بروید و کار را به افراد کاردان بسپارید تا مردم و کشور را از این گرداب خطرناک نجات بدهند. اما روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری در شماره روز یک شنبه خود در واکنش به این نوشته ضمن حمله شدید به دولت حسن روحانی نوشت که مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در دوره دولت روحانی رویش را به سمت دیگری چرخانده بود و به جای بازخواست مدیران مجیز آنها را می گفت یا حد اکثر لکنت زبان داشت. در این مطلب تاکید شده که خود مسیح مهاجری باید قبل از هر چیز به خاطر ارائه تحلیل های مسمومی که موجب گرفتار کردن اقتصاد کشور و مردم شده از افکار عمومی و نظام عذرخواهی کند. روزنامه کیهان جمهوری اسلامی و اطلاعات وابسته به رهبر جمهوری اسلامی هستند.